درود. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من فزیم و امروز قراره یکی از داستان ترسناکی که برای یکی از مخاطبای دخترم اتفاق افتاده رو تو این داستان بگم. ولی داستانش رو وقتی شنیدم چیزی نمونده بود که گریه کنم. پس حتما قبل از شروع ویدیو این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اینستاگرام با ایده ام فزی رو فالو کنید. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. همتون گرم، بریم داستان گوش بدیم. من می‌خواستم که اتفاقی برام افتاد از بچگی تا حالا رو تعریف کنم، چون مثلا قبلا که با کسی صحبت می‌کردم فکر می‌کرد که خیالاتی شدم و واسه همین که مسخره نکنم با کسی اصلا در موردش صحبت نمی‌کردم. خیلی داستانش غمناک به نظر من. بابای من وقتی می‌فهمه من دخترم تا یه روز صحبت نمی‌کنه، یعنی اصلا خوشحال نبود. باباش دوست نداشت که دختر داشته باشه. مثلا من دیگه نمیخواستم، وقتی فهمیدم دلم نمیخواست با بابام صحبت کنم. بعد بابا میشه اومد گفتش که اون موقعی که من دلم نبود به دنیا، شب یکی اومده مثلا بالا سرم و اینا بهم گفته که اگه یه دفعه دیگه بگی که این دختره، میام دفعه بعدی تو رو با خودم میبرم. خب یعنی چی؟ بابام از ترس گفت وقتی اومده انقدر بدنم داغ کرده که اصلا نمیتونستم حرکت کنم. خیلی عجیبه. گفتم انگار که تو زندگی هم یه چیز مراقبمه، همین چیز اذیتم کرده. وقتی مهد یه جنب باباش تهدید کرده مثلا، از اونجا شروع شد که من یه چیزی مثلا حس میکردم و میدیدم. مثلا به مدت 2 سال هر شب توسط نمیدونم جنب بود چی بود اذیت میشدم، جوری که مثلا فقط هم ساعت 3 تا 4 صبح می اومد، یعنی اینطوری نبود که با هم بخواست صبح بیا. بعد وقتی که همه خواب بودن، بعد فقط مثلا یه انسان فقط این وضعیت میکرده، پنجره که باز، فقط از اینجا اگه اینجا نبود، اگه در یا پنجره باز هم اصلا نمیتونست بیاد خونه، از بیرون می اومده تو خونه. این خیلی عجیبه. پاداش. مثلا همه چیشی مثل انسان، مثل یه دلغک که خیلی بزرگ و ترسناک. دلغک؟ می اومد از دم در که میخواست بیاد با خودش حالت یه آهنگی میخوند و می اومد، یه صدای آهنگ می اومد. بعد می اومد تو، بعد وقتی می اومد تو واقعا منو تا خود صبح منو میزد، جوری بود که من انقدر ترسیده بودم شبو که مامانم میزد. مثلا 2 سال گذشته بود و اینا، من باز میترسیدم. بعد یه شب که دیگه واقعا شدید شده بود، من که اومدم جیغ بزنم، منو با خودش برد و من چشمو که باز کردم دیدم وسط خونم. خب و داره در گوشم مثلا جیغ میزنه همش. دیگه اونجا فکر کردم که من قرآن یاد بگیرم، یعنی جوری که انقدر ترسیده بودم که اول که برنامه دارم قرآن بخونم میگفتم خدای تو رو من خمینی نذار بیاد. یعنی چی نمیتونستم بگم، یعنی بچه داستان تلخیه، ولی این داره با خنده تعریف میکنم. مثلا سوره ناس و اینا رو که یاد گرفته بودم سرم کم بود، دیگه نمیومد این مدت. پس واقعا تاثیر داشته. تو خونه ما داره این اتفاقا میفته و هیچ کی خبر نداره، فقط تنها کسی که میتونه ببینه خود منم. یه دفعه که رفتم توی زیرزمین خونمون، یه از در شیشه زیرزمین ما بالا شیشه یه یه آدم که کلن اصلا انگار یه آدم قدیمی بود، اصلا مال این دنیا نبود. خب انگار با لباس رزمی، مو اون بعد ریشاش بلند بود، سامورایی اومده تو خونهشون، یه جورایی سربند بسته بود و اینا، از توی در وسط در ظاهر شد. اصلا یه چی بود که نصفه بود، خب نصف بدن یه طرف بود، نصف بدن یه طرف دیگه. بعد نگاه دورو بر کرد و دید اینجا اونجایی نیست که باید می اومده. خب و سریع پیش شد، ولی من کامل دیدمش و انسان بود، ولی انگار مال این زمان نبود. این دوستمون مدیومه اگر واقعی باشه داستانش. یه سایه می دیدم توی حیات، یه سایه سیاه که سایه مرد بود، اما مثلا یکی رو توهم زدم و به هیچ کس نگفتم. یا مثلا وقتی توی حیات رو می رفتم احساس می کردم یه سایه ساکن وایساده یه طرف حیات، هیچ تکونی می خوره، فقط به من نگاه می کنه. بعدن که فهمیدم یه سایه اونجاست، گفتم که چرا همونجا وایساده و هیچ کاری نمی کنه. ازش چند تا مثلا چند تا ازش یه چیزی خواستم، یادم وقتی امتحان داشتم چند وقت پیش بهش گفتم که میشه فقط همونجا وای نسی، میشه بیای بالا سر من. منظور که ببین من امتحان دارم، نمیتونم با جن داره صحبت میکنم. خیلی ترسناک. من بودم این کار رو نمیکردم. انتخاب میکنم همون چند تا رو میکنم. من اینقدر آدم بدشانسی هستم، هر سالی و مثلا دست بودم انتخاب کنم هیچ وقت نمیادم، میشه امتحانم تجدید میشم. ولی
مثلا اکثرش من برگر همینطوری اینترنت انتخاب میکنم، لطفا فقط همین سوالا رو بیاد، یه کاریتون معلم من فقط همین سوالا رو انتخاب کنه. اجنه داره کوهی میخواد که امتحانش قبول بشه، ولی وقتی رفتم سر جلسه امتحان فقط همون سوالا اومده بود، یعنی جوری بود که من اصلا باورم نمیشد که همون سوالا اومده. این محافظشه. مثلا بهش میگفتم وای نستون گوشه بیا اینجا کمکی من کن، بعد واقعا کمکم میکرد. این مدت مثلا یادمه یه دفعه که در روم قفل شده بود، من فهمیدم در روم قفل شده، واسه این نرفتم دیگه پیش در وایسادم توی اتاق. خب چند بار در رو امتحان کردم، دیدم در باز نمیشه، دیگه نشستم احساس کردم یکی در رو از پشت باز کرد، در حالی که هیچ کی خونه ما نبود. خیلی عجیب شد. وقتی که در رو امتحان کردم در سریع باز شد. یا مثلا خیلی جایی که میترسم میدونم اون کنارمه، هوامو داره، ولی مثلا بعضی وقتی که دستم ناراحت میشه دیگه نیستش، میره از اینجا. الان مثلا چند وقتی که دستم ناراحت شده اصلا حس نمیکنم تو خونه است، حس میکنم رفته، دست من ناراحته. یا مثلا خیلی عادی داره این داستان تعریف میکنم، 11 12 سالم بود یه پروانه رو توی میوه پیدا کردم و داستان به سنین پایینه، بعد چون سنم کم بود رفتم چند تا برگ و اینا هم آوردم گذاشتم دور پروانه، بعد نگاه پروانه کردم، اینطوری هم ندارم که خیالاتی باشم با پروانه صحبت کنم و اینا. معلومه. یه لحظه که بلند شدم پروانه یکم صحبت کرد، اصلا پروانه نبوده. خب اینطوری به خدا من دروغ میگم، بعد رسم نخورد اصلا اسم من نمیدونست، بعد من اسمم تا حالا هیچ کی نگفته بود اینجا، چون تازه پیداش کرده بودم. بعد به من گفتش که مبینا مبینا انقدرم که این صدا قشنگ بود، من تا حالا همچین صدایی اصلا نشنیدم. پروانه صداش کرد، منو صدا کرد چند بار، بعد به من گفت میشه لطفا از اینجا بری، ازت خواهش میکنم از اینجا برو. بعد من فکر کردم یکی داره منو مسخره میکنه، وایسادم نگاه دور و برم کردم، دیدم نه واقعا هیچ که منو اینجا نیست که بخواد مسخره کنه. خیلی عجیبه. منم که خیلی کنجکاو بودم گفتم چجوری پروانه صحبت میکنه، نرفتم وایسادم روبروی پروانه و اون هی بلند بلند میگفت مامان لطفا اینجا برس، انقدرم صداش واضح بود انگار که از در گوشم میومد. خب بعد من رفتم روبروی پروانه وایسادم، میشه در شیشه، فقط چند قدم رفتم اونورتر، بعد یه لحظه که نگاه کردم صدا قطعش رو دیدم، پروانه کلا یه بال شکست داد، اینطوری نبود که بتونه اصلا کلا پرواز کنه، اصلا نمیتونست، داشت میمرد اصلا. دیدم خب. پروانه غیب شد و اصلا پروانه اونجا دیگه وجود نداشت، پروانه از بین رفت اصلا، دیگه نبودش. و من هرچی اون مثلا برگار زدم کنار، تو اون آجورا رو نگاه کردم، هر جا نگاه کردم اصلا اونجا نبود و کلا واقعا غیب شده بود. یا مثلا من وقتی میخوام بخوابم، واسه اینکه خیلی سال پیش اذیت میشدم، پتو کلا نمیندازم، احساس میکنم پاهم خفه میشه مثل اون موقع. خب. بعد مثلا من پاهم میشه کولره، یا حس میکنم که همش باد کوله به من میخوره، اصلا پاهم گرم نمیشه، یا حس میکنم یه چی گرم میفته روی پای من و دیگه جور شده، میگم که لطفا بلند شو، من پاهم گرم میشه. و وقتی اینو میگم سری پاهم من دوباره باد کولر به پای من میخوره، یعنی طوری شده که من دیگه ترسم واقعا ریخته ازشون. خب و میدونم که چه خوب زندگی میکنم. بچه مرسی که وایس این دوستمون رو گوش دادیم، من گفتم یه ویدیو بذاریم و با هم دیگه گوشش بدیم، بد نیستش. یه جورایی من یه صداقتی توی صداش حس میکردم، اگه قرار باشه این داستان کلش خودش قرار بوده ساخته باشه، به نظر من باید یا هوش خیلی زیاد داشته باشه و یا یه نویسنده فوق‌العاده باشه و یا یه یوتیوبر باشه، وگرنه غیر ممکنه که داستانش اینقدر با جزئیات باشه و اینقدر جالب باشه. نمیدونم اگه کسی توی مخاطبا و کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن همچین اتفاقاتی براشون افتاده، حتما تو کامنت ها بنویسن. و مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدین، احتمالا فردا شب به داستان ترسناک داریم، احتمالا هم داره یه چالش خفن داشته باشیم یا یه داستان ترسناک خیلی گاد. و راستی آدم بدساز رو حتی اگه 3 سالم کار کنی که درستش کنی درست شدنی نیست، و ذات بد همیشه به صاحبش برمیگرده. وقت تو صرف ساختن خودت کن نه دیگران. مرسی که ویدیو دیدین، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، فسفن برای همیشه.